قرآن می‌فرماید قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، یعنی جنگ تا رفع فتنه در عالم. رابطه سیاسی با آمریکا برای ما مضر. حالا میشینن آقایون وراجی کردن و حرف زدن و استدلال کردن که نبود رابطه با آمریکا برای ما مضر. نه آقا، نبود رابطه با آمریکا برای ما مفیده. پیتر آیزرمن، استاد دانشگاه در آمریکا و یکی از برجسته‌ترین و تأثیرگذارترین آرشیتکت‌های دوران کنونی است. آیزرمن بناهای معروفی در کشورهای مختلف طراحی کرده که یکی از اونها یادمان قربانیان هولوکوست در شهر برلین است. چند هفته پیش عده‌ای از معماران کشورمان از وی برای سخنرانی در یک کنفرانس دو روزه در تهران دعوت کردند، در حالی که محافل علمی و معماری کشور در شوق و اشتیاق دیدار با آیزرمن روز شماری می‌کردند، روزنامه کیهان به سردبیری حسین شریعت‌مداری که سخنگوی غیر رسمی علی خامنه‌ای است، یادداشتی تحت عنوان معمار یادمان هولوکوست به ایران می‌آید منتشر کرد و نوشت آیزرمن معمار یادمان هولوکوست برلین است. این یادمان نماد قربانیان یهودی واقعی جعلی موسوم به هولوکوست در اروپا می‌باشد که در برلین قرار دارد. پس از شریعت مداری، فردی به نام عبدالمجید نقره‌کار در مقاله دیگری نوشت که ما مصرانه از مسئولان می‌خواهیم از ورود سربازان شبیخون فرهنگی و هنری دشمن جلوگیری کنند. به دنبال حمله کیهان و روزنامه‌های مشابه، وزارت کشور رسما اجازه برگزاری همایش معماری و سخنرانی آیزرمن را لغو کرد. قبل از واقعه سفر ناکام آیزرمن به ایران، حدود یک ماه پیش یکی از برجسته‌ترین ایران شناسان به نام ریچارد فرای در بوستون آمریکا درگذشت. فرای وصیت کرده بود که او را در ایران و در کنار زاینده رود دفن کنند. به محض آنکه خبر وصیت‌نامه ریچارد فرای و احتمال دفن وی در اصفهان مطرح شد، برادران و خواهران همیشه در صحنه وارد عمل شدند و با راه اندازی تظاهرات و نمایشات مسخره خواهان جلوگیری از دفن وی در ایران شدند. چماغکشان فرهنگی رژیم سراغ مقبره آرتور پوپ، یکی دیگر از ایرانشناسان برجسته که در اصفهان دفن شده، رفتند و با اسپری روی درب و دیوار شعار نوشتند. طبیعی است که دولت روحانی و وزارت خارجه از ترس امت همیشه در صحنه، یعنی علی خامنه ای، از دفن ریچارد فرای در ایران منصرف شدند. این دو واقعه، یعنی لغو سخنرانی آیزرمن و جلوگیری از دفن ریچارد فرای، آخرین مورد از مجموعه حوادثی است که در 9 ماه گذشته به وقوع پیوسته و همه آنها حاوی یک پیام مشخص و روشن از طرف خامنه ای و سپاه به آمریکا و کسانی است که روی دولت روحانی و جناح رفسنجانی حساب باز کردند. برای درک پیام خامنه ای و درک این مسئله که چطور حسن روحانی که 9 ماه پیش با اوباما تلفنی صحبت کرد و میخواست رابطه با آمریکا را بهبود ببخشد، اما امروز حتی جرأت برگزاری یک همایش برای یک معمار شناخته شده بین‌المللی را هم ندارد، باید به ماه سپتامبر گذشته برگردیم، زمانی که حسن روحانی به نیویورک رفت و در آنجا سخنرانی مهمی در انجمن آسیایی ایراد کرد و چارچوب‌های سیاست خارجی جناح رفسنجانی را ارائه داد. این جناح از حکومت بر این باور است که تنها راه نجات جمهوری اسلامی از بحران‌های مرگبار کنونی و لغو تحریم‌های کمرشکن، تعدیل سیاست خارجی، تعامل با جهان و بهبود رابطه با آمریکاست تا غرب به جمهوری اسلامی به عنوان یک شریک قابل اعتماد برای صلح و آرامش در منطقه نگاه کند. روحانی در سخنرانیش گفت ما در پی درک و تعامل مؤثر و سازنده با جهان خارج خواهیم بود و خواهیم کوشید تا سیاست خارجی خود را بر مبنای کمک به توسعه اقتصادی کشور باز تعریف نماییم. ما همچنان در حال بررسی ابعاد مختلف بازسازی و بهبود روابط دو جانبه و چند جانبه با کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی بر مبنای برابری و احترام متقابل هستیم. می توانیم کار در این حوزه را با اجتناب از ایجاد هر گونه تنش جدید در روابط ایران و آمریکا آغاز کنیم. به نظر ما همکاری در ارتباط با موضوعات
مورد نگرانی و نیز مورد علاقه دو طرف و مبنا قرار دادن آنها برای کار بیشتر میتواند نقطه شروع دیگری باشد. به دنبال این سخنرانی روحانی اوباما یک تماس تلفنی هم با یکدیگر داشتند که بسیاری از ناظران با خوشحالی و شعف این واقعه را نقطه عطفی در روابط دو کشور و اولین گام در ایجاد رابطه ایران و آمریکا تلقی کردند. به موازات اقدامات روحانی در نیویورک، هاشمی رفسنجانی برای ایجاد فضای مناسب برای بهبود رابطه با آمریکا با چاپ خاطرات خود مدعی شد که روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی با حذف شعار مرگ بر آمریکا موافق بود. رفسنجانی با مصاحبه و انتشار خاطرات گفت که برقراری رابطه با آمریکا تابویی است که باید شکسته شود. به دعای رفسنجانی، روح الله خمینی گفته بود که رابطه با آمریکا با نظر مردم است. گویی خمینی برای نظر مردم ارزشی قائل بود. روحانی هم پیشنهاد نظرسنجی در مورد رابطه با آمریکا را مطرح کرد. اما خامنه‌ای و متحدان وی با تمام قوا به مقابله با روحانی و رفسنجانی برخاستند. نخست چماغکشان رژیم در فرودگاه با مشت و لنگ کفش به استقبال روحانی رفتند. بعد فرمانده سپاه تماس تلفنی روحانی را نکوهش کرد و خود خامنه‌ای هم به طور علنی آن را محکوم نمود و گفت بخشی از کارهای روحانی در سفر نیویورک به جا نبود. البته برخی از اونچه که در سفر نیویورک پیش آمد به نظر ما به جا نبود. سپس کارزار وسیعی برای مقابله با هر گونه رابطه با آمریکا یا تنش زدایی بین دو کشور یا حذف شعار مرگ بر آمریکا به راه افتاد. برنامه‌های مختلف تلویزیونی، همایش، بنرهای خیابانی، تظاهرات بخشی از این کارزار سازماندهی شده توسط باندهای وابسته به سپاه و خامنه‌ای بود. حتی سرود ملی مرگ بر آمریکا هم ساخته و اجرا شد. سرانجام خامنه‌ای صراحتاً به طرفداران رابطه با آمریکا هشدار داد که ساکت شوند، زیرا رابطه با آمریکا برای نظام مضر است. اونجایی که برای ما منفعت نداره که دنبال رابطه نمی‌ریم. حالا اگر ضرر داشت به طریق اولا دنبال رابطه نمی‌ریم. رابطه سیاسی با آمریکا برای ما مضر. حالا میشینن آقایون وراجی کردن و حرف زدن و استدلال کردن که نبود رابطه با آمریکا برای ما مضر. نه آقا، نبود رابطه با آمریکا برای ما مفیده. خب سوال اینجاست که چرا خامنه‌ای و سپاه اینقدر از بهبود رابطه با آمریکا وحشت میکنن و رژیم چه نیازی به دشمنی با آمریکا دارد؟ من در دو گزارش جداگانه که در سایت فروم ایرانیان قرار دارد، اولی در مورد سپاه قدس و توسعه طلبی‌های جمهوری اسلامی در منطقه و دومی تحت عنوان ستیز با اسرائیل مایه حیات رژیم ایران، به این مسئله یعنی نیاز رژیم به توسعه طلبی منطقه‌ای و به جنگ و دشمنی دائمی با آمریکا اشاره کردم. در یک گزارش دیگر هم که به زودی منتشر می شود در مورد راهیان نور و نحوه یارگیری برای بسیج و سپاه این مسئله بیشتر باز خواهد شد. اما در اینجا به طور خلاصه به یکی از مهمترین ابعاد این مسئله یعنی دشمنی با آمریکا اشاره می کنم. نظام ولایت فقیه یک نظام ایدئولوژیک واپسگراست که با یارگیری از ناآگاه‌ترین اقشار مذهبی و با تکیه بر سرکوب و اختناق به حیات خودش ادامه می‌دهد. این سیستم گسترده تحمیق و سرکوب شامل ده‌ها هزار مسجد، ده‌ها هزار آخوند و ده‌ها هزار سپاهی و بسیجی است. این سیستم سرکوب روی یک ایدئولوژی بنا شده که در قلب اون مبارزه دائمی اسلام با کفر و شیطان یعنی با آمریکا و اسرائیل قرار دارد. مبارزه و جنگی که تا رفع فتنه از عالم و تا پیروزی انقلاب اسلامی جهانی ادامه خواهد داشت. اینهایی که گمان میکنند که اسلام نگفته است جنگ جنگ تا پیروزی، اشتباه میکنند.
قرآن می‌فرماید قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، همه بشر را دعوت می‌کند به مقاتله برای رفع فتنه، یعنی جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم. این که می‌فرماید که قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، بزرگترین رحمت است بر بشر. اونهایی که خیال میکنند که این آسایش دنیایی رحمت است و بودن در دنیا و خوردن و خوابیدن حیوانی رحمت است، اونها میگن که اسلام چون رحمت است نباید حدود داشته باشد، نباید قصاص داشته باشد، نباید آدم کشی بکند. در این جنگ دائمی و پایان ناپذیر، نظام جمهوری اسلامی به رهبری ولی فقیه یعنی نماینده خدا در یک طرف قرار دارند، آمریکا و وابستگانش در طرف دیگر هستند. ما با استکبار مبارزه می کنیم. استکبار یک واژه قرآنی است که در قرآن درباره امثال فرعون و گروه های بدخواه و معارض حق و حقیقت به کار رفته است. امروز هم استکبار، نظام استکباری وجود دارد. رأس استکبار هم در دنیا دولت ایالات متحده آمریکاست. این مرگ بر آمریکایی که مردم ما میگویند، این مثل همون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم است که در اول هر سوره قرآن که شما میخواهید بخوانید قبل از بسم الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگید. خیلی ها بودن از همون اوائل انقلاب میگفتن آقا حالا که انقلاب پیروز شد دیگه بسه، بریم با امریکایی ها مسائل رو تمام کنیم. این معناش این بود که شعار ظلم ستیزی انقلاب تخطئه بشود. چرا ما نمیتوانیم با امریکایی ها دست دوستی بدهیم؟ البته از نظر ماهیت چنین ماهیتی انقلاب اسلامی داره که علیه نظام سلطه است. ویژگی آمریکا استکبار، مستکبر بودن اون هست و به قول مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی ما در برابر نظام سلطه، این جوهره اصلی انقلاب اسلامی است. ما از هر مسیری نگاه کنیم یا بررسی کنیم به این میرسیم که دشمن اصلی انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی آمریکاست. بر اساس آیات قرآن کریم و اولین آیه از سوره ممتحنه که ای کسانی که ایمان آورده اید دشمن من و دشمن خودتون را به دوستی نگیرید. حال به کارکرد این ایدئولوژی در سازماندهی و سرپا نگه داشتن سیستم سرکوب رژیم نگاه کنیم. رژیم با استفاده از این چت ایدئولوژیک، یعنی ایجاد فضای جنگی و مبارزه با استکبار، میتواند در میان اقشار ناآگاه مذهبی یارگیری و سربازان ایدئولوژیک استخدام کند تا آنها را در بسیج و سپاه سازماندهی کرده و به جنگ با دشمنان نظام روانه نماید. رژیم با استفاده از این سیستم ایدئولوژیک است که به راحتی میتواند هزاران شکنجهگر و ده‌ها هزار بسیج متعصب تولید کند که برای رضای خدا میزنند، شکنجه و تجاوز میکنند و به راحتی آدم میکشند و قربانیان خودشان را وابستگان شیطان و نوکران آمریکا میدانند. در گزارشی که بعداً در مورد راهیان نور تقدیم حضورتان می شود خواهیم دید که رژیم سالانه صدها هزار نفر کودک دانش آموز را به بازدید از جبهه‌های جنگ با عراق می برد. این دانش آموزان و کودکان فقط برای گریه و زاری برای کشته شدگان جنگ نیست که به جبهه برده می شوند. در آنجا ضمن روزخوانی و ایجاد فضای جنگ و شهادت به این کودکان گفته می شود که جنگ 8 ساله با عراق نبود، بلکه جنگ با استکبار و با آمریکا بود و این جنگ هنوز هم ادامه دارد. رژیم در این دستگاه ایدئولوژیک می تواند
از میان دانش آموزان ارسالی به جبهه‌های جنگ یارگیری کند تا آنان را در بسیج و سپاه سازماندهی کرده و نگهبانان رژیم باشند. و دنبال این بودیم که سال دوم دبیرستان را اینها را بتونیم به راهیان نور ببریم، دختران و پسران. الحمدلله در طول دو سه سال گذشته موفقیت آمیز بود کار. امسال هم انشاءالله همونطور که آقای وزیر اشاره فرمودن از 13 مهر کار اعزام‌ها شروع میشه و برنامه ریزی شده که ما بتونیم تمام دانش آموزها رو ببریم. امسال هم برای 1,000,000 نفر خواهران و برادران دانش آموز و فرهنگیان عزیز که قریب به 150,000 نفر این عزیزان را در مناطق غرب و شمال غرب. اونجا چه حسی داشتی؟ اونجا حس خیلی خوبی داشتم. حس خیلی خوب یعنی چی؟ بله، حس خیلی خوب یعنی نفس شهدا تازه میاد، نفس آدم تازه به شهدا میرسه. آدم ها میتونن شهدا رو لمس کنن، شهدا که مردن رو میتونن لمس کنن. بنابراین اگر دشمنی با آمریکا و اسرائیل از بین برود و رژیم نتواند وضعیت جنگی و انقلابی را توجیه کند، کل سیستم یارگیری و سیستم سرکوب فرو می پاشد. سپاه و بسیج بی‌معنا می شود چون جنگی در میان نیست. در این صورت رژیم آسیب پذیر می شود و به مخاطره می افتد. بی جهت نیست که خمینی و بازماندگان وی جنگ را موهبتی الهی می دانند. دیدگاهی که حضرت امام بعد از پایان جنگ فرمودند که این جنگ همش برای ما نعمت بود که ما اون موقع ها نمیتونستیم این رو بفهمیم، ولی این روزها فکر میکنم کم کم قابل فهم هست این حرف تاریخی حضرت امام که جنگ برای ما یک نعمت بود. میبینیم که برخلاف جناح رفسنجانی که بهبود رابطه با آمریکا و لغو تحریم ها را تنها راه نجات رژیم میدانند، خامنه ای و سپاه یعنی جناح مسلط معتقدند که این مسیر یعنی دوستی با آمریکا ساختار و چارچوب سیستم ایدئولوژیک و ساختار امنیتی رژیم رو در هم می‌ریزد. به همین دلیل هم با تمام قوا به مقابله با روحانی و رفسنجانی برخاستند تا جلوی گشایش به طرف آمریکا را بگیرند. بی جهت نیست که هاشمی رفسنجانی در مصاحبه مهمی که سال گذشته با فصلنامه مطالعات بین‌المللی داشت گفت که وقتی خمینی زنده بود نامه محرمانه به وی نوشت و گفت که اگر تا شما زنده هستید مشکل رابطه با آمریکا را حل نکنید، این معضل دیگر حل نخواهد شد. یعنی هاشمی به خوبی میدانست که با ماهیت رژیم ولایت فقیه و جایگاه سپاه و بسیج و اهمیت دشمنی با آمریکا برای این سیستم، مشکل رابطه با آمریکا به آسانی حل نخواهد شد. رفسنجانی در همین مصاحبه هم میگوید که وی تلاش کرد که مذاکره برای ایجاد رابطه با آمریکا را در زمان ریاست جمهوریش شروع کند، اما جناح رقیب یعنی خامنه ای اجازه آن را نداد. به همین ترتیب محمد خاتمی هم علی‌رغم تلاش برای مذاکره و بهبود رابطه با آمریکا از طرف خامنه ای منع شد. عملکرد رژیم در 30 سال گذشته در دشمنی با آمریکا و همچنین شکست روحانی برای گشایش به طرف آمریکا پیام روشنی است به اوباما، به کشورهای غربی و همه اونها که درک درستی از ماهیت این رژیم ولایت فقیه ندارن و روی روحانی حساب باز کردند.